سلام عزیزان من. من لالا جان شدم. اگر کسی که نمیداند، من میفهمونم که لالا جان کی است. لالا برادر بزرگ رو میگویند. در بین مردم ما اکا میگویند. مثلا اکا شخصی بزرگ رو، شخصی خورتر اکا میگوید. و این دختر نزدانه مرا لالا جان گفت. خیلی خوشحال شدم. اکنون لالا جان شما با شماست. مهمان من شهره و مجیب، خوش آمدیم به برنامه ما. خوش باشید. من سلام کل بیننده ها رو به شما میرسونم. علیکم سلام. سلام و درود خدمت شما لالا جان، تمام بینندگان عزیز. خدا کنه که در هر جای دنیا که هستین زندگیتون رو بهترین نوع ممکن پیش بره. سلام به شما و به دوستان عزیز که ما را همکنون میبینن. خوشحال هستم که در برنامه شما هستم و سلام به شهره جان همچنین. مجیبی آمدن شما شهره شد یا شما مجیبی آمدن شهره شدید؟ نه فهمیدم، درست نگرفتم گفتانه. شما را شهره به برنامه آورد یا شما شهره را به برنامه آوردید؟ ما آوردمشان. ما چون تجربه زیادتر در موسیقی دارم و شهره جان کار اولشان است و با هم آمدیم. بیاین یک کار میکنیم اول. من ترانه های شما را شنیدم، میدونم که خیلی زیبا ترانه می سراید، ولی بیننده های ما شاید هنوز نمی دانند که شهرت چه آوازی دارد و مجیب صاحب چه آواز است. به همین خاطر بیاید یکون ترانه رو زمزمه می کنیم. راضی هستین؟ بله. اول من؟ بله. خب، آهنگ افغانی؟ خیلی دوست دارم آهنگ افغانی رو. بسیار خوب. دلم امشب هوای یار کرده ویرانه، هوای دلبر بیمار کرده ویرانه، گذاریدش که دل ریزم به پایش، گذاریدش که دل ریزم به پایش، غمش امشب به جانم کار کرده ویرانه، ویرانه و ویرانه ویرانه، آوارم می خانه در می خانه، آواره غوغایم آبادی دنیایم، آواره دور من گهواره و گور من، آیا به گوشت رسد ناله یک مست و دیوانه، اوه ناله یک مست و دیوانه. عجب عجب، براو. من یک آهنگ گوش کردم که شما با هم خوندید از تیکه ترانه های فرهاد دریا و این رو به من نشان دادن و من گوش کردم. خیلی ترانه زیبا با هم سرودین، با هم سرودین، ولی میدونید اون سرود مطابق با صدای شما بود، یک هم دشواری داشت برای شهره، نه؟ خب پیشتر هم گفتم شهره جان تجربه اولش هست، چون ما در این کار زیادتر بودیم و فکر کنم دلیلش همی باشه. مجیب، اگر برای شهره تجربه اولینش بود و کار اولینش بود، چرا شما این سرگرانی و وزن زیاد را به شهره بار کردید؟ یعنی اون آهنگ را مطابق با صدای خودتان کردید، برای شهره دشوارتر بود؟ شهره جان بسیار مقبول اجرا کردن، اما اگر شما میگین که اونی به صدای ما خوب بود، بازم میگم که ما خودم تنظیم نکردیم، اما چیز در دست منیجمنت بود، صدا در استودیو می آمدن و قسمی که گفتن ما اجرا کردیم و مازم میگم شهره جان تجربه اولش است. من میخوام راجع به اسم های شما حرف بزنم. مجیب این اسم اصلی شما است یا این تخلص روی استیج؟ نه خیر، مجیب اسم اصلی است و فکر کنم اسم زیبا باشه. اسم زیبا است مجیب. مثلا شما میتونید مجیب خوشحالی میلیون میلیون ها باشید با صدای خودتان. شهره چی؟ نام اصلی شما است؟ نامی اصلی شماست؟ اینقدر نامی زیبا، کی نام را نهاده؟ راستش این نام خاله جانم که این اسم روی من ماندن و بعدن خودشان پیش خاله جان رفتن. خدا رحمتشان کنه. خدا رحمت. چند نفر است در فامیل؟
سه خواهر هستیم، سه برادر. برادر سه نام بگیرم همگیشان هست؟ بله بله، چرا نه؟ برادر بزرگم لالا جانم کاوس جان هستن که در کانادا زندگی میکنن برای خانوادهشان. بعدن شگوفه جان هستن، خواهرم که برای خانوادهشان در امریکا زندگی میکنن. بعد از اونا برادرم سوراب جان که اینجا برای خودمان زندگی میکنن و خانوادهشان هم هستن. و بعد از اونا بهرام جان است که در لندن درس میخوانن. بعدن بهار جان است که همیجا است. و بعدن خودم. ما دیگه یک ذره تیت و پاشان هستیم. امیدوارستم روزی باشه که همگی ما بتونیم یک جای زندگی بکنیم. چه اتفاق افتاد که شما به تاجیکستان آمدید؟ درباره سرنوشت و تقدیر و قسمت خود حرف بزنید. خب بزرگترین دلیلش خب همگی میفهمن که ناامنی های پی در پی در افغانستان است، یا شرایط سخت زندگی بر مردم افغانستان که در کل نه تنها ما را که بلکه هزاران هزار افغان را از افغانستان باعث شده که فراری بته یا مهاجر شون به دیگر کشورها. یگانه دلیلی که افغان ها یعنی از کشورشان به دیگر جای میرمی بدامنیتی است که بالا وطن ما آمده، و انشاءالله دعا میکنیم که روزی بخیر تمام شود. هیچ کس دوست نداره که دور از وطنش باشه، و همیشه یعنی هر جایی که آدم باشه با مو کوچه‌ای یعنی اگر نامناسب وطنش باشه همو برش بهتر است از اینکه یعنی در یک جای مفشن و جای خوبتر باشه. دیگه دعا میکنیم که ما خیر بریم افغانستان و روزی آرام شوه و وطن خود باشیم. دقیقاً، اگرچه فعلا تاجیکستان مثل وطن دوم ما شده، ماشاءالله مردم نازنین، چقدر دولت نازنین، راضی هستیم، ولی بازم خودتون میفهمین وطن است. آدم دق میاره پشت هم وطن ها یا خیش قوم یا جایی که یعنی تولد شده. و من ببخشین کمی احساساتی میشم. میفهمم. خوب از زمزمه گفتین، من یک زمزمه چون مردم تاجیکستان هم زبان ما با احمد زاهر آشنایی دارن، نگه یکی از آهنگای زیبای احمد زاهر رو میخونیم. احمد زاهر نابغه، احمد زاهر ناتکرار، احمد زاهری که رمز افغانستان است در گذشته و امروز. و این ترانه احمد زاهر رو بخونید به خاطر اون که ما شهره رو از این حالت بیرون بیاریم و غم های شهره رو بگیریم، از عمق دلش بچینیم تا دلش بی‌غم باشد. درست است. من تو طلبگار جوان ها یه پراواز استی، من که یک آدم به نام و نشانم چی کنم؟ می روی از من و لب ریز فغانم چی کنم؟ تقدیم شما و مجیب. ما گفتم یک چیزی شوخ، یک چیزی انرژی و درایف دور بخونیم که شهره تبسم در لبانش بشکوفد، اما باز ما هم همین ترانه های غم انگیز رو شروع کردیم با هم. خب چه رقم بگویم، یعنی با تایپ ما یعنی آهنگای آرام دوست دارم و امون رقم آهنگا. شما راجع به خانوادتون حرف نزدید. ما شکر هفت برادر هستیم و سه خواهر دارم که همیشانه دوست دارم. اینجا که هستیم با دو برادرم از دو تا خواهرم، مادرم و یک برادرم روسی است و دو برادر دیگه در افغانستان هستن، اونا ازدواج کردن. دیگه اینجا کلانشان ما هستم. طرف مادر و پدر از کابل جان هستیم و از کابل جان. شما چی؟ بدخشان. بدخشان یا افغانستان؟ بدخشان. هم پدر جان هم مادر جان. از بدخشان. شما هم در بدخشان زندگی کردید؟ تقریبا 11 سال اونجا زندگی کردیم. باز نزدیکای 12 سالگی بود که تاجیکستان آمدیم. حال تقریبا 6 سال یا 6 و نیم سال میشه که اینجا زندگی میکنیم. زبانهای بدخشانی رو میدونین؟ راستش ما از منطقه شغنان یا واخان اونجا نیستیم، به می دلیل زبان رو یاد ندارم. ما هم تاجیکی یا میشه که فارسی گپ میزنیم. برای من بسیار جالب است که در یک روز شما کدام کارها رو به انجام میرسونین؟ مثلا شما نو گام های اولین خود را در جاده هنر میگذارید، اما روز خود را چطور پشت سر میکنید؟ من کار میکنم،
یکی از جا دمی تاجیکستان. چی کار میکنه؟ اوش هم میمانیم اما کار میکنم، کار شخصی. نفهمیدم چی کار؟ کار شخصی است، یعنی خودم همین کار بار یکان شخصی. با تجارت؟ همین تجارت ها میرفم. چی تجارت هست؟ خوب همین دکان چی میگین شما؟ چی؟ دکان؟ دکان داره؟ چیزای دکان صاحب دکان هستید؟ صاحب بهترین کم کم نگاه چی میفروش؟ زیاد صاحب چینه اما یک چیز کوچک چی میفروشه؟ خوب همین چیزایی که غذا؟ اوقات میگین شما شرم داره؟ خجالت میکشید از این کاری که میکنید؟ هیچ وقت نه کار شرم نیست هنوز آدم این افتخار است وقتی که شما با عرق جبین مهنت میکنید دقیقا. پول به دست میارید و زندگی خود را سر و سامان میبخشید این افتخار است افتخار این جای خجالت کشیدن نیست آرزو جان دیگه چون در افغانستان زیادتر که میپرسند یعنی بچه زیاد نمیرن فقط میگم که یعنی یک مصرف کارهای شخصی سین اصلا برای جوان مردها کمی آسان است در جاده هنر موفق شدن دست بالا و زبردست شدن مسلط شدن ولی برای زن دشوار است نیست شورا برای زن دشوارتر نیست؟ آرزو جان فکر کنم برعکس گفتین با خانم آسانتر است و با جوان ها ما دمی یعنی برتون بگم 6 سالی که من در هنر هستم یعنی با وجود همه چیزی که دوستا میگن استعداد و پشت کار من بسیار تلاش میکنم همه چیز دارم همه تلاش میکنم زحمت میکشم آواز خوب دوستا میگن البته اما بسیار مشکل است یعنی چیزی که من میخواهم هیچ نتونستیم تا بله و دوست دارم بعد از این شب کم کم با جوان ها بسیار مشکل است بخاطر که تجربه ندارن و نمیدانن که چی کنن دیگه یک ذرگک فکر کنم با جوان ها دشوارتر است خب اگر شما از لحاظ از میگین که برای بچه ها سخت تر است یا برای دخترها بله. امروی شما هم نظر استم شد برای شما هم سخت بوده باشه بله. اما اگر که از لحاظ افغانستان ببینیم برای مردم افغانستان واقعا برای زن و دخترها مخصوصا در عرصه هنر کار کردن تقریبا یعنی در مفکوره بعضی ها کاملا ناممکن هم میایه برای ما خو مشکل است برای بعضی ها شاید کاملا ناممکن باشه مثلا شما میدونین که مانند ما آواز مانند ما استعدادها چقدر زیاد باشه در افغانستان ولی شاید بیچاره اصلا قادر به این نباشن که بتونن آواز خود بیرون بکنن دیگه واقعا کار کردن در این زمینه برای دخترها واقعا موانع زیادی در سر راهشان می باشه از لحاظ اقتصادی گرفته مثلا در افغانستان در افغانستان مثلا شخصا برای خودم علاوه بر موانع اقتصادی موانع اجتماعی یعنی می باشه دیگه برای دخترها بیشتر از فکر میکنم موجب راجع به منابع اقتصادی زندگیش حرف زد که مثلا دکان دارد یک تجارت خرد دارد اما زندگی شما چی طور راه اندازی می شود؟ خب اقتصاد مهاجرین خودتان بهتر می فهمین یک مسافر یا مهاجر و چی اندازه اقتصادش بالا بوده می تانه ما تجارت یا چیزی نداریم فقط یک حولی کلان داشتیم باغ در پهلوی دریا یک حولی کاملا می تانه بگیم که بر ما مانند قصر بود در افغانستان در بدخشان یعنی شما شاید درک کرده بتونی که اونجا را ترک کنی بیایی دیگه کشور چقدر سخت می باشه دل کندن دیگه اونجا فعلا به کرایه است تقریبا از اونجا هم کم کم آید می آید خانه بچگی هاتون دقیقا از کابل یاد نکنین که شورا جان بسیار دلشان پرست خب واقعا سخت است دل کندن از وطن یا از زادگاه از خش و قوم از همه گی مجیب جان میخوام راجع به روابط ایجادی خودتان با شهره حرف بزنید چطور آشنایی پیدا کردید؟ قبلا در افغانستان با هم آشنا بودید یا نه؟ نه خیر در افغانستان آشنا نبودیم شورا جان بسیار یک دختر با ادب با فهم و یک دختر خوب است مهربان است و ما همیشه یعنی مرشان که زنگ میزنم جای می باشه دیگه باز ما اینا را خوراک صدا میکنم یعنی اینجا شما آشنایی پیدا کردید؟ بله همیجا راستش اتا شد که ما قبلا هم دیگر نمیشناختیم من مجیب جان پیش از اینکه خودم یعنی کلیپ بکشیم یا با هم بخوانیم ما ویدیویشان هم میدیدم واقعا طرفدار صدایشان هم بودم واقعا مقبول میخواندن و دلیل اصلی آشنایی ما قیام انترتینمنت بود بله که ما از اون طریق با هم دیگر آشنا شدیم بله حالا شفیق خب یک روز ما پیش از اینکه قصه از امیرم براتون بگم بسیار جالب است باز دمی تیک تاک ما آهنگای ما کم کم مینداختم باز یک روز به من لالا شفیق سلام میگم مرشان باز زنگ زد گفت
میشه که بیایم صحبت شیم. باز امروز زنگ زد، من رفتم امروزشان کارهای خود برشان نشان دادم، گفتم من این تو یعنی کار میکردم قبلا. موجود در تیک تاک چی میانداختین؟ همین ویدیوهای زمزمه. مثلا یک آهنگ یک دقیقی من ناختم زمزمه، باز دوستا بسیار خوش میکرد. حتی من شاید اگر بگویم اولین کسی هستم که یعنی بیشتر از لک ها صد هزار یک زمزمه بدون موسیقی ما یعنی بازدید میشد و میشه. بله دیگه باز مرا لال شفیق زنگ زد، گفتم یک دختره که با استعداد است شورا جان، زیاد تعریف شانه کرد که واقعا نامو رقم بود. باز امیر رقم مردی ما را یک جا شده و اولین آهنگ ما را کشیدیم که بسیار یعنی طرفدار گرفت و بسیار ویو شد و زیاد تشویق شدیم شورا جان و ما. دیگه از کار ما که با قیام انترتینمنت است راضی هستیم و از اونا تشکری میکنیم. شما گفتید که ترانه های آرام آرام پرمعنا و با مضمون را میپسندین، ترانه های انرژی داره که من گفتم، ترانه هایی که خیلی دوست دارن در محافل و مجالس گوش بکنند و رقص بکنند در هوا، این ترانه ها، این گونه ترانه ها را نمیپسندین اصلا؟ من هر دو نواشه دوست دارم، برام فرق نمیکنه. یعنی نگفتن ما کمی آهنگ آخر ما که زیاد بازدید شد و هیت شد، آهنگ میانه محفلی رقم است، شاد است و زیاد مست بود. نه مست تیکه از این ترانه را میتونیم؟ خب من میخوانم. جانم دقدت نستم بابدت، جانم دقدت و نستم بابدت، ای دخترک وطن ما قربان جدت، ای دخترک وطن ما قربان جدت، جانم دقدت نستم بابدت. عجب، این ترانه ترانه گروه آوازدار باران است که حدود 25-30 سال قبل این ترانه را میخواندند. دوامش؟ دوامش شورا جان. چیدم گل تر بیار، چیدم گل تر از لب لب جوی بار، چیدم گل تر. شیرش ها بگاهی یا بخواهی یک دستنه، یک سبتنه، یک دامنه، یک شاخنه، یک بهار، چیدم گل تر. بهار خارج ترانه های دارین که مال خود شما باشد، یعنی تألیفی، آهنگش، متنش، همش متعلق به خود شما باشد. من دارم یک آهنگ، من تقریبا 2.5 سال پیش یعنی ریلیزش کردم و یک کمپوزش از خودم است و از سرش یعنی خودم خلقش کردیم که دوستا بسیار پسندیدن. آهنگ پشتوست. پشتو؟ بله. میخونیم با هم. ای زما وطن دلالونو خزانه، زما ای زما وطن دلالونو خزانه، زما ستا هر درکی دید تورو نخانه، زما ستا هر درکی دید تورو نخانه، زما ای زما وطن، ای زما وطن دلالونو خزانه، زما. سلام دوستان عزیز، با زبان پشتوی چطور میشود؟ سلام گراند دوستان، سنگ است. یک بار دیگر. سلام گراند دوستان. یواش یواش. سلام گراند دوستان، سنگ است. سلام گرانو دوستان. گرانو دوستانو. دوستانو سنگ است. یعنی سنگ است. سنگ است. سنگ است. سلام گراند دوستان، سنگ است. بله. این نال بعد از اینکه آرزو جان شروع کردیم، یعنی امیرم میشه که بنویسیم به افغانی که طرف دارای یعنی افغان ها بیشتر هم رایتان آشنا شد و ویدیوهایتان بینید. خیر، این یوتیوب است، تمام مردم در دنیا میتونند ما رو تماشا بکنند، افغان های عزیز، ایرانی ها، تاجیک ها، همزبانان ما در تمام گوشه و کنار دنیا میتونند با ما باشند این زمان. و یک بار دیگر درود به همه اشان. خوش آمده چی میشود با زبانی پشتویی؟ خوش آمده خرقل است. خرقل است. خرقل است. بسیار خوب تلفظ میکنیم. خرقل است. آرزو جان بسیار خوب تلفظ میکنیم پشتو را، با آسانی و بسیار با ملجش. پیشتر فکر کنم من زیاد احساساتی شدم، هر چقدر خواستم که گپ خدای دما به تو متاسفانه نشد، از تمام دوستان معذرت میخوام، نمیخواستم انرژی منفی براتون منتقل بسازم. خب من میخواستم در رابطه با سخنایی که گفتم و افغانستان و مهاجرت و مسافرت یک زمزمه داشته باشم و اون با پشتو بود. و تمام دوستای عزیز باز اگر میشه شما در ترجمهش بر من کمک کنید.
گران دل برا مجبوری ده خفکیگی ولی زمان نصیب کی غریبی ده خفکیگی ولی گران دل برا مجبوری ده خفکیگی ولی زمان نصیب کی غریبی ده خفکیگی ولی او خفکیگی ولی زمان دمین دنیا گی سنگا ودا نخکاری زمان دمین دنیا گی سنگا ودا نخکاری خیر دی پما او تخاری دا خفکیگی ولی زمان نصیب کی غریبی دا خفکیگی ولی او خفکیگی ولی ببخشید ما بازم نتونستم که احساسات خود کنترل کنم. خب فکر کنم برای افغانا کم قابل فهم باشه شعرش، ولی اگر ترجمهش برای ما کمک کنی که برای ای دلبر عزیز مجبوری است خفکیگی ولی خفه میشی چرا؟ زمان نصیب که غریبی ده خفکیگی ولی، یعنی ده نصیب ما غریبی است خفه میشی چرا؟ ولی باز هم گریه در گلوی شما در مونده. فقط گپ که میزنم درباره افغانستان، درباره وطن، مهاجرت، مسافرت نمیفهم چرا. ولی شورا شما گفتید که نمیخواستید انرژی منفی بدهید. این انرژی منفی نیست، میدونید عشق شما مثل دریای زلال است و یک چیز با ارزشترین چیزی که در برنامه ما است همین عشقهای شورا است، یعنی این عشقهایی که حرف میزنند، این عشقها محبت به شایبه شورا است، به سرزمینش، به افغانستان. واقعا شاید کس کمیال مرا میبینه از طریق چینل یوتیوب، شاید اونا هم عشقایشان بریزه واقعا با بیاد آوردن افغانستان یا هموطنان مظلومان که چی رقم پراگنده شدن در سراسر جهان. واقعا یعنی وقتی که گپ میزنم شاید درک بکنن هموطنان که چقدر انسان هوس می داشته باشه که کشورش مانند دیگه کشورها پیشرفت بکنه، همگی مان گرد هم جمع باشیم، یک جای زندگی بکنیم. خب بازم ناامید نمی باشیم اگرچه من زود زود اشکای میایم. فراق با اون خانه بچگیتون بود که شما به یاد آوردید و اونجا چی ماند؟ شما چی را با خود آوردید و چی را ماندید اونجا؟ اونجا خویشاوندامان، دوستامان، قوم، خویش، مثلا از اشیاهای خانه شاید آمدید و گفتید که به به چیزی را فراموش کردم. چیزی فراموش نشد ولی ما نتونستیم که همه چیز با خود انتقال بدیم. ولی ما در افغانستان که یک اتاق داشتم تا جایی که یادم میاد دو دیوارش رنگ گلابی داشت و دو دیوار آبی داشتم و یک الماری که در الماری در پشت شیشه چیزای تزینی زیاد داشتم. من زیادتر دلم پشت همون چیزا داغ میشه. چی بود اون چیزای تزینی؟ وقتی که هندوستان رفته بودیم صندوقک های چی رقم بگویم مرمری بود که در داخل از او باز گل و بند و گوشوارات و چیزا را منداختم. خب اونا را نتونستم آوردن بله، ولی بیشتر پشت قوم خویش دق میارم، پشت محیطی که اونجا بزرگ شدیم یا خاطراتی که اونجا با هم دیگر ساختیم. ولی بازم میگم نامید شیطان است، انشالله روزی شوه که دوباره برگردیم با همونجا که تمام برادرها و خواهرها از لندن و از کانادا و امریکا هم اگه ما جمع شویم دوباره همونجا زندگی بکنیم. مجیب شما چی گذاشتین؟ چی را ماندین در افغانستان اومدین؟ خاطرات زیاد ماند و خانه، همه چیز، یعنی به حساب دوستای ماند و مصطفی جان هم سنتی پنتون بود و فردین جان دوستای دمو پیش خانه ما، یعنی یک مگزین میگین شما، دکان داشتن، بسیار بچه خوب بودن و همه تا همسال دوستای دیگه در افغانستان ماندن. من پیش شما سوال گذاشتم که در افغانستان چی را ماندید و آمدید، در برابر اون جزئیات زندگی شما، شاید یک اشیا، شاید یک چیز دیگر، باز میخواستم بفهمم که شاید یک عشق را گذاشته آمدید، یک دوست دختر داشتید ترک کردید آمدید. نمی چیزا ایتالی ندارم، تاوال نبوده و نه یعنی تالی چی را خم برتان بگم تا هنوز ازدواج نکردید؟ نه خیر، نه مجرد، یعنی ده ای چیزا یعنی زیاد اما خودم نخواستیم یا نشده اما تو یعنی نبودیم ده ای چیزا. چند ساله شدید؟ خب ما 24 میشم. وقتی که در افغانستان بودم در سفرهای خدمتی با من گفتند که در افغانستان زن گرفتن خیلی دشوار است، یعنی
مصرفش خیلی زیاد دارد. همین طور است؟ شاید به نظرم بیشتر ارتباط به خودم و خانواده داشته باشه یا نظر به تقاضایشان که چه رقم یک محفل بخواین برگزار بکنن، اما فکر میکنم که به مقایسه تاجیکستان نسبتاً مصارف در افغانستان در عروسی ها بالاتر است. چطور؟ قلنگ میگن قلنگ نسبتاً زیادتر است، یا محفلی که میگیریم یعنی زیاد مجلل میباشه، زیاد کلان میباشه، نفر بسیار زیاد خبر میکنیم. چند نفر تقریبا؟ خب عروسی های هست 4-5 هزار نفر هم میه و امو کمترین عروسی که باشه 1500-2000 نفر نی؟ ام بیخی کم که یعنی باشه. مقدار قلنگ چقدر است؟ دقیق نمیفهم، فرق میکنه اما زیاد است. از ما برادرای بزرگترم ازدواج کردن، فکر کو یعنی دارسیشان 50,000 دلار مصرف شد و از دیگه 40,000 دلار. ده یک عروسی؟ تقریبا باید و شاید عروسی افغانی یک 40,000 دلار باید باشه. کم کم نی؟ کم. و باز من فهمیدم که در افغانستان طلاق کم است، یعنی اویله ها گوه از همه پشند و جدا میشنم. آرزو جان یک چیزی که زیاد مصرف کنه 40,000 دلار بازای دلت میشه کوره باز از کجا شما قبول دیگه فکر کنم دلیلش همی است. باز زیادتر افغان ها شوخی میکنیم که اما زن خود بسیار خوب نگاه میکنه که چیز نشه، مریض نشه یا دیگه از اون خاطر. یعنی شما تمام ارزش زن در مصارف مادیات میبینیم؟ خب اما تو یک چیز آمده دیگه سرما بچه های بیشنه. دخترها و زنهای سرزمین ما واقعا زنهایی هستن که وقتی که عروسی بکنن اون مردم شاید دیگه یه جای برازی نبینه که بخوای او را ازش جدا شود. واقعا با ارزش هستن دخترها بدون اینقدر خرج برای فقط یک زن است. این از موقع بلند اون زن شهادت میده. آرزو جان قسمی است وقتی که یعنی با ارزش بودن از او را میبینن که همه خیانه برش ارزش قائل میشه و گپی که من گفتم از شوخی بود که برنامه از احساسی دور شوه دیگه. یعنی همه جای تاجیکستان هر کشور خانما یعنی زنها با ارزش است، چون مادر است، خواهر است و زنها در عموم با ارزش هستند. شما تا آخر در این جاده قدم خواهید ماند یا اینکه سمت راه خود را تغییر میدید؟ آل که ماندیم تا ابد میمانم. در فامیل هیچ کس مقابل نیست؟ راستش خانواده ما در کل خانواده روشن فکری هستند، مشکلی نداشتن، ولی بعضی از عوامل محیطی و موانع یعنی شرایط که است و شاید فرهنگی و چون خودتان میفهمید فرهنگ مشرق زمین در کل کم کم مخالفت میباشم، مخصوصا برای آهنگ خواندن که دختر بخواد بخونه. با شیوه تاجیکی چیزی میخواهید بخونید یا نه در آینده ها؟ ان شاء الله، چرا نه. بله با شیوه تاجیکی. شیوه تاجیکی رو یاد گرفتین؟ ما که راستش در بیرون ها که میرم گپ میزنم هیچ کس تشخیص داده نمیتونه که من افغان هستم یا تاجیک. یکی خب میگن که هفتت نمیمونه. چی؟ هفتت نمیمونه با افغان ها. یکی خب میگن که هفتت با افغان ها نمیمونه و لحجه من فهمیده نمیشه. حالا خب من روی شما افغانی گپ میزنم ولی تاجیکی هم بلد هستم. بیاد با شیوه تاجیکی حرف بزنیم. مایلا یگون گپ نیست. یگون گپ نیست براتن. ما میدانیم تاجیکی دا میدانیم، خوب خوشرو میدانیم. ما دا یگون نپرسیدین که چی خیر. یگون مشکلی نیست. درباره محل زیستتان و همسایه‌هاتون حرف بزنین. خوب بلجه تاجیکی. بلجه تاجیکی خیلی براتن که همی مردم تاجیک خیلی یعنی انسانای یعنی با فهم رنگ ماه کو نشد نشد چی خیر براتن. من گپ زده استم براتن. چی خیر تو غری گپ زده استم یعنی درست است، اما معلوم است که یک چیز اجباری است. از شهره طبیعی تر آمد. خب این خیلیه که یعنی 100% نمیشه که آدم در چیز 100% شما. اول پیش از تمام مردم دوست داشتن تاجیکستان که کدام اشتباهی شد مرا ببخشید. خیلی ما وحدت در زندگی میکنیم در یکود ده هزار. همسایه‌مون بسیار آدمای خوبن. پیش ایده پژرکه زندگی میکردیم، قطعی همسایه بسیار خیلی رفت آمد داشته. با حرف ندارم. رفت آمد بسیار داشته، میرفته میامده مکه یکانچه میپختن میاوردن با ما آش تاجیکی در خیلی نقض میبینیم. آش تاجیکی با کروتا و چقدر قیله میپختن میاوردن و میخوردیم که با مزه بود که بح. <تص->
از مجیب میدونی چه جلی بود؟ براتان؟ براتان چی تاوی بود اگر گرد کنم؟ براتان چی بگویم تو ده؟ براتان با فکرم که دادر مایده را گفتم میشه ده؟ براتان، برادر برادر کلان هم میشه ده؟ براتیشکا براتیشکا مایده براتیشکا روغانی چیه؟ براتیشکا روغانی یعنی مملوی روغان با روغان مملو روغانی را میدونم ایما اپایم که فعلا در امریکا هستن اونا قبلا تاجیکستان زندگی میکردن اینجا تا بخواندن امروی اولاداشان بعدن امو جیانای ما خوارزادایم اونا هم دیگرشان هم میگفتن که براتیشکای روغنی براتیشکای روغنی شیوانجان هومنجان این یک اصطلاحات مردمی است شهره مجیب روی صحنه یکان بر آمدین در سفارت افغانستان سفارت هندوستان همچنان در یکی از جشنواره های زمستانی در سفید دره تمام تماشابین زیاد بود؟ ها تقریبا چند نفر؟ تخمینی در صفحه دارم فکرم 1000 یا شاید بیشتر یا شاید کمتر دقیق نمیدارم کدوم ترونه رو اونجایی رو کردیم؟ کابل دور است که من سلامت بکنم کابل سلام میتونیم این ترونه رو زمزمه بکنیم در آخری برنامه؟ بله بله مشکل نیست کابل دور است که من سلامت بکنم یک دسته گل بسته روانت بکنم کابل دور است که من سلامت بکنم یک دسته گل بسته روانت بکنم یک دسته گل بسته یکی نابسته کاغذ به درون نی پیامت بکنم کاغذ به درون نی پیامت بکنم امی دردم دوای داره یا نه امی رنجم شفای داره یا نه شما در کشتن عاشق رضایت شما در کشتن عاشق رضایت امی عاشق خدای داره دارایانه امی عاشق خدای دارایانه من ارزمند آنم که یک روز شما همتون با اعضای فامیل سر یک سفره بنشینید چون گفتید که این روز رو بسیار میخواهید بله خوش آمدید من مطمئنم که شما با سراینده های تاجیک با تیمی هنرمندان تاجیک میپیوندید و در این کار باید به شما کی کمک بکند؟ شفیق و سپاس میگویم که امروز شفیق مرا با این شخصیت ها شناس کرد خداحافظی میکنیم خیر